نوم څنګه پیدا کو او مخکې ډېر په شاندارو مراسمو باندې وای تجلیل کېده، اوس یې څنګه ارزوئ او ستاسو امید څه؟ البته پیشتر که چی بود و من نبودم اینجا، این دفعه اول است که من هستم به روز استقلال و چیزی که من این دفعه دیدم ایر بسیار یاد شده از هر کسی و از این بنیاد برک که آقای فریدون آقا کجا هستن؟ اینجاست، این ایت رو میکنه از دور، بسیار زحمت کشید و راستی راستی کارای کرد که یک قرمان ایتو کارا میکنه. اگر نه خالبته عکس پدرم در کابل هست، به تاکسی، به سرسرک و به عکاس، به دکان عکاسی، هر جای هست. مگه مثل این دفعه ایتر زیاد ما ندیدم. دی حکومت دخوانه در مسئله چنگ ارزوه؟ باشت امروز میکنن، امروز یک کتمن، یک میمانی، یک چیزی خو میکنن، مگه من هنوز ندیدم. از صبح که بیرون هستم و شام میبینم که چی میکنن. البته میفهمم که بابان ارگ چند تا سفیر و وزیر و نمیفهم چی اینا میرن و سلام میتن و با ما رو خدا خلاص پشت سر دیوار همی کارا میشن، من رو ایمان نمی کنن البته و باید نکنن، برای که اگه من باشم دیگه آقای کرزی نفر دوم میشم، مهمترینش من میشم که دختر آزادم الله خان هستم، باید من رو ایمان نکنن. یو پختنه چې شاه غازی امان الله خان د خپل ژوند په وروستیو لحظو کې په څه فکر کول او تاسو ته یې څه وویل، خصوصا هغه خپل وصیت کې؟ آخر زندگی بسیار ناجور بود، قدر بغم دکتر و گپا بود که چی بگم، سخت بود که غم کسی دیگر رو بخوره. یا مگر پیش از رفتن از افغانستان یک گفتاری کرد که او کفایت بود، کفایت میکنه که چی کارهایی کرد به افغانستان، چی آرزوهایی داشت، چرا میره، تمام او هست که نمیخواست که یک خون افغان خرج شود، نمیخواست که از خاطر تخت پادشاهی یک تخت پادشاهی پرخون شود. این تمام او وقت گفته بود، پس آنتر بسیار دل زده شده بود. التا افغانان هم رفت آمد و سر درلودل، یعنی افغانستان پالا بندی ناست و لاری لنور افغانان سر درلوده که نوی اما سیاسی شو نمیفهم، فقط امر داود خان خیال میکنم، چون هر دفعه که امر سردار داود خان می آمد به ایتالیا به یک گوشه ای دو نفر می ششتن و گپ می زدن، من نمی فهم که چی می گفتن. به امرای دیگر کسی بابا جان گپ نمی زد مثل که امرای داود خان گپ می زد. خدا می دونه که البته راجب افغانستان گپ می زدن، چی گپ دیگر نداشتن. باز امرای مردم مثل سفیرا اینا اگر گپ سیاسی ممکنم گپ می زدن، چرا نه؟ پسانتر که اجازه داشتن افغان ها که بیاین به خانه ما اجازه گرفتن، اولین کسی که آمد یک شخص بسیار کلاب، یک سفیر افغانستان به نامش عثمان امیر، ای آمد دفعه اول بود که ما یک افغان، من دفعه اول بود که یک افغان که از فامیل نبود، از فامیل نباشه، من دیده بودم خودش و خانومش آمده بودن، این اولین نفر ها. باز البته امرونا گپ افغانستان میزد، گپ چی رو میزد، مگر چی میگفتن ما خبر نداریم. ارسی پختن هست، یعنی آخرین ارزوی که پس زون چم ده شاه غازی امان الله خان سر تیر که کم مهم خاطره لگه چخل رای او داشت کم مثلا پیاد دستی یا بانستان ده خلق برای دیر مهم هست چی بگم؟ وقتی که من سالها به ایران زندگی کردم، باز از او آمدم به ایتالیا، رفتم دیدن بابیمون
به شفاخانه به سوئیس بود، به شفاخانه آدم چی گپ میزنه، کمتر است و بسیار ضعیف شده بود. با تمام این که جوان برای فوت کردن، بسیار جوان بود، 68 ساله بود. امروز آدم 68 ساله در اروپا کسی وفات نمی کنه. خب می کنه، خب قسمت است که جوان رو می تونه خدا نکر بمره. مگر بازو وقت که به یک کسی به شفاخانه زیادتر امره دکتر و امره چیزا. مگر در چیزی که من نبودم وقت وفات کرده بود، مگر دیگاه بودن و برادرم بود و امیم رسترانت بود و البته حتما بابا جانم به تمام وقت به فکر افغانستان بود، از خاطر که پیش از اینکه بموره امون لغت آخر که گفت با یک نفس بسیار مشکل و طولانی و پر از غم گفت افغانستان. از این معلوم است که تمام وقت به فکرش بود. مگر یک آدم ناجور چی بگه؟ دیر ازت من نه چه زحمت تو موی استاب لما سرم پا در برامونه که وانده واسترم در شمشاد ملیوال را بیتر بزن قرمان دن که دعوز مو دوستان اخبرمانه موضوع تربیان طولوی مهم که برس برام شپا روز منک مردم.